سرکار خانم فرهودی؟ بله بله بفرمایید. ببینین اگر ماجرا انقدر حساس نبود که من بله؟ ببخشید من متوجه نمیشم منظورتون. آقای زاکری بابت همچین ماجرای نه خیلی ممنون. نه نه خیر بودو ببینم. خانم پویان قرصتون الان باید بخورین ها. ببخشید خدافظ. بودو ببینم سردمونه ها. سلام. کجا تاش می‌بری؟ سر امیرآباد لطفاً. بله. مادر بزرگ بهت صبحونه داد؟ بله. امروز از تولدمه. امروز جشن تولد تو نیست، جشن تولد امیر حسینه. جشن تولد شما مثلا باید هر روزو بشموری تا 30 بار که بشموری میشه جشن تولد شما. بعد ولی امروز عوضش کیک میخوریم. الو آره بذار ببین چی دارم برای دوستی فکر کن. ببین اینو ببر. اینه باد کن بسه 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 حالا ما حالا کلا آقا آقای کلا خوشی کلا آقای شیطون بیشه جا پریشون شون شون بودو پایین بودو چند کس پیدا کردی؟ سلام کردی؟ سلام صبح بخیر صبح بخیر صبح بخیر صبح بخیر صبح بخیر نهار امروز رو دوست نداره عزیز دل من ببین اگه کارم داشته بگو خاله بهم زنگ بزنه خیلی راحت بشه قربونت برم آخ راستی امانتی تا آوردم ببخشید یکم دیر شد شرمنده خدا اگه اینقدر ماجرام حساس نبود اصلا ازت نمیگرفتم قابلت هم نداشت دست درد نکنه ببخشید دیگه انرژی مثبت برام بفرست با ان شاءالله که موفق بشی کارم قربونت داشتی زنگ بزن خودت خیلی راحت قربونت خدا خدا کجا برم من اسمتون میشه بدونم بنده کیانی هستم آقای کیانی عزیز من به مدیر آژانس گفتم که اگه ممکنه یه آدم مطمئن بفرستن که همه کوچه پس کوچه های شهرم بلد باشه چون یه کاری دارم که حداقل 5-6 ساعت فکر کنم طول بکشه برعکس من امروزم خیلی گرفتار بودم راستش اینه که یه ماجرایی داشتیم قرار بود که امشب یه خواستگار برای دختر بنده بیاد حالا کارتون چی هست؟ والا این بچه رو که الان دیدین پدرش امروز دادگاهی داره یعنی روز آخر دادگاهشه امروز دیگه حکمشو میدن توی شرکتی کار میکنه اونجا با این نفر درگیر شده اتفاقی طرف افتاده سرش ظاهرن خورده به یه جایی و فوت کرده عجب. حالا شاید بخوان قصاصش کنن چند نفر شاهد ماجرا بودن ولی نمیان دو سه نفر که حاضر بودن بیان دیشب عقب کشیدن خواسته ماجرا خیلی پیچیده شده فرصت زیادی ندارم برای اینکه بتونم شاهد پیدا کنم امروز کارتون خیلی عجله ایه آره بله وکیلش گفته که من اگه بتونم خیلی وقت بخرم و دادگاه رو نگه دارم تا 3:30 با این وقت کم شما فکر میکنید که ما بتونیم همه این آدرس ها و این آدم ها رو پیدا کنیم اینجوری سعی کردم به ترتیب بنویسم بله بله این اولی که زاکری رو اصلا نمیخواد ولش کنین قیاسی هم آدرسش ظاهرن عوض شده بقیه 6 نفر بقیه رو ببینین که نزدیک هم هستن حالا چرا زودتر نرفتین سراغشون تو یه روز با این عجله گفتم ما شاهد داشتیم دوتا دیشب عقب کشیدن نمیدونم چرا ای بابا عجب آدم های بی‌انصافی پیدا میشن چرا عقب کشیدن ترسوندنشون دیگه آقا برای اینکه کسی که فوت کرده برادر رئیس شرکته
میترسن از کار بیکار شن، میترسن یه بلایی سرشون بیاد. عجب. از اون کله گنده ها خیلی با نفوذن. من به نظرم میرسه که اینجور وقتا یک وکیل خوبه. وکیل خیلی خوبه، همه سعیش هم کرده، منتها خب طرف مقابل که بیکار نمیشینه که. حالا با این تفاصیلی که گفتید من فکر نمی کنم با این فرصت کم با شما راه بیان. لااقل با تلفن یه صحبتی قبلش باشون میکرد. فایده نداشت، کردیم این کار. این آقایی که گفتین الان زندان هستن و دادگاه دارن شوهر شما که نیستن نه؟ نه خیر، من متأهل نیستم. آه، پس از بستگان هستن؟ نه، در واقع من فقط مربی مهد این بچه‌ام. منتها مادرش رو از دست داد 2 سال پیش، سرطان گرفت مادرش. بعد مادر بزرگش هم که مادر همین آقای پویان باشه، اونم خیلی پیر و مریض و ایناس، کاری از دستشون بر نمیاد. یعنی همین من اصلا افتادم دوباره کارشون دیگه. یعنی برادری، خواهری، فامیلی، هیچ کس؟ نه هیچ کس ندارم. یکم جلوتر که برین نمایشگاه ماشین سر نبشه، اونجا یه لحظه وایسین مسری برمی. جسارتا عذر میخوام، ماشین خودتون بود نه؟ بله. چند فروختین اون وقت؟ 12 تومن. به نظرم 1-2 تومن زیر قیمت فروختین. نه آخه دیگه چاره ای نداشتم. سلام آقای مومنی. سلام خانم، مگه نگفتم بی خود نهیم، برای چی اومدی؟ ببینید من میخواستم ببینم شما برای چی عقب کشیدین، فقط همین. من دلیلش بود وکیل پویان گفتم. خب اون هیچی از حرفای شما سر در نیورده، اول میگین دیدم بعد میگین ندیدم. اولا که پیران قبل از من کنار کشید، شهادت من تمام که فایده ای نداره. ثانیا من کی گفتم اون گناهکاره؟ میگم شهادت دادن من کار بیخودیه، واسه اینکه دقیق همیشه رو ندیدم. همین شما گفتین همه چون من با چشم خودم دیدم اون بیگناهه، حالا الان میگین نه. خانم من فقط دیدم که مسعودی مش کاغذو پاشید تو صورت پویان، پویانم عصبانی شد یه چیزی گفت و رفت که من نشدیدم. بعدش هم مسعود رفت دنبالش یقش گرفت با هم گلاویز شدن. تو همین لحظه تلفن زنگ زد، منم جواب تلفن رو دادم، واسه همین بقیه صحنه رو واضح ندیدم، نمیدونم و نشدیدم. ولی میگن پویان بهش گفته بیاد حسابت بده. آخه پویان همچین آدمیه که اینجوری حرف بزنه؟ گفته ظاهرا معروف. سلام چی شو؟ نمیدونم، میگن نمیام. آقا شما که میدونی پویان بچه خوبیه. شما دیگه چی میگی واسه خودت خانم؟ میگم گناه داره، من میشناسمش، مادرشو میشناسم، بچهش هم دیدم، خیلی بیکسوکار. آدمه بیکسوکار خیلی زیاده خانم، شما دخالت نکن. بفرما تو دخالت نکن. چیه تو چرا اینجوری میکنی؟ یه روز میگی میرم، یه روز میگی نمیرم، اصلا تکلیفت با خودت معلوم نیست؟ بله تکلیفم با خودم روشن نیست، واسه اینکه نمیدونم حق با کیه. اینو که شما نباید بدونی. پس چی باید بدونی شما؟ قانون دادگاه. من که جلو دادگاه نگرفتم. خب بدونه میارم. بفرمایین تو خانم شما. خواهش میکنم. تو خدا رازش کن ببینم چی میشه. آقای مومنی شما رو ترسوندن نه؟ لعنت خدا برشیتون خانم، ایش که من نترسونده به خدا. چرا دیگه ترس؟ باید برم شرکت برسن. شرکت که تعطیل، امروز همه رفتن مراسم. خانم شرکت ما یه شرکت بیرون ملدیه. آقای مومنی باید التماس کنم. اینجور وقتا معمولا دادگاه برای این شاهدا احضاریه چیزی نمیفرسته. نه خب اینا که توی دادگاه اول نبودن که، بعدن گفتن ما میاییم. خب شاید این بنده خدا اصلا ماجرا رو ندیده، داره راست میگه. اگه ندیده بود که نمیگفت میخوام بیام شهادت بدم. دیده، منتها میدونین ببین قضیه اینجاست که اینا یه همکاری داشتن، یه خانومی که تو شرکت بود. بعد این همون روز اول اومد کلانتری و شهادت داد که پویان بیگناه. به یه فاصله خیلی کوتاه بیرونش کردن از شرکت. فقط همین خانم اومده یعنی به نفع این آقای پویان شهادت داده یا نه مثلا کسای دیگه ای هم بوده؟ فقط همون خانم شهادت. البته نامزد داره ایشون. نامزدم رفته با شیرزادا درگیر شده، ازشون شکایت هم کرده، منتها خب دستش به جایی نرسیده دیگه. میگم حالا این طرف چطوری مرده اصلا؟ ظاهرا پاش لیز خورده، سرش خورده به یه جای تیز.
بچه متأهل هم بوده ایشون؟ نه مجرد بوده. عذر میخوام جسارتا من هم بدونم که شما مطمئنید که این آقای پویان بیگناهه؟ یعنی من به واسطه بچه شون الان 2 ساله که با این خانواده در ارتباطم. اصلا اهل دعوا و درگیری و دروغ و این چیزا اصلا نیستن. بعدم از این مهمتر این که تمام حرفایی رو که پویان گفته عینن شاهدام همون رو گفتن. فقط مشکل اینه که نمیان دادگاه. خب نمیشه از این شاهد ها شکایت کرد مثلا؟ میشه، اما وکیل پویان میگه اگه این کار رو بکنیم ممکنه چون به زور اومدن علیه خودمون حرف بزنن. این هم نکته ایه بالاخره، اونا کارشون رو بهتر بلدن. الو آقای مکوندی سلام. از صبح به راه هم دیگه، اول هم رفتم پیش مؤمنی، میگه الا و للا من دیگه نمیام. نمیدونم نه دیگه، الان دارم میرم دنبال بقیه ببینم کیو میتونم راضی کنم. فقط تو رو خدا شما یه جوری نگه دارین ماجرا رو دیگه. پویان آوردن؟ اه؟ من میتونم باهاش حرف بزنم؟ نه یه لحظه فقط، چون خیلی خوب باشه. باشه خدا حافظ. نمیتونه حرف بزنه بله. اینجور وقتا اینا رو تحت الحفظ میارن دیگه، موبایل و اینا که اصلا نمیتونن صحبت کنن. ببخشید، منزل آقای کامران؟ بله، شما؟ من از طرف یکی از همکاراشون اومدم. آها، میتونم باهاشون حرف بزنم؟ تو را پلاس، داره میاد پایین. بله، خیلی ممنون. خواهش میکنم. سلام. سلام، بفرمایید. ببخشید آقای کامران؟ شما؟ من فرهودیم، همکار وکیل پویان. اومدم ازتون خواهش کنم امروز بیاین دادگاه و شهادت بدین که اون بیگناهه، وگرنه قصاصش میکنن. خانم من قبلا شهادت دادم. خب چیزی که شما گفتین واقعیت نداره. واقعیت باید دادگاه تشخیص بده نه شما. خب دادگاه از رو حرفای شما تشخیص میده چی درسته چی غلط. خب تشخیص بده خانم، من که نگفتم اون کشته. خب چیزی که شما گفتین از این بدتر بوده. ببینین این آدم همکارتونه. ببخشید شیرزادم صاحبکارمون بوده، بیگانه نبوده که. جون پویان الان مطرحه. من کار دارم خانم. این همونه که شهادت دروغ داده. بله بله. خانم صدا میشنوی؟ خانم فرهودی؟ بله. خانم فرهودی؟ جانم. ببخشید شوهرم رفت؟ بله رفتن. خانم باور کنین کامران آدم بدی نیست. اونا وادارش کردن اون حرفو بزنه. از شیرزادا وام گرفته بهشون بدهکاره. آقای کامران، آقای کامران، یه لحظه ببخشید، معذرت میخوام. یه لحظه. ببینید، من میدونم شما به خاطر بدهی که به شیرزاد داری مجبور شدین شهادت دروغ بدین. اما وکیل پویان میخواد از شما شکایت بکنه تو دادگاه. و اگه بتونه ثابت کنه شهادت شما جلوی یه نفر به خطر انداخته. شما داری منو تهدید میکنی دیگه. نه، من فقط میخوام بگم به عاقبت کارتون فکر کنین. به خاطر خودتون، خانواده‌تون، پویان، بچه‌ش. وقتی اون اتفاق افتاد کسی نمیدونست چی بگه چی نگه. شیرزادم میدونست کسی علیه پویان شهادت دروغ نمیده. خب برادرش مرده بود، پویان مقصر میدونست. برای همین همه رو جمع کرد تو دفتر قبل از که پلیس بیاد، یه جوری بهشون فهمون که علیه برادرش شهادت نده. این شد که بعضی تصمیم گرفتن سکوت کنن، بعضی هم حرفی زدن که اصلا چیزی رو ثابت نمیکرد. حالا کی واقعا صحنه رو دقیق دیده یا نه؟ یکی که علیه شهادت داده گفته که پویان عمدن هول داده این آدمو پایین. آره ولی فقط همون یه نفره، کسی هم وادارش نکرده، خودش اینطوری فکر میکنه. خب میدونم اگه واقعیت نداره چرا باید همچین حرفی بزنه. بچه‌ها میگن هر کی صحنه رو با دقت ندیده باشه همین فکر میکنه. باور کنی همش تو یه دقیقه اتفاق افتاده اصلا نفهمیدیم. این که گفتید این آقای پویان آقای شیرزاد رو کشیدن بیرون رو فقط شما توی دادگاه گفتین یا اینکه مثلا کسی دیگه؟ برادرای شیرزاد هم تو بازجویی همین رو گفتن، هرچند دروغه. خب ببینید من میدونم شما الان نمیتونین شهادتتون رو پس بگیرین، باشه، ولی بیاین توضیح بدین همین. من صحنه رو ندیدم،
اینو قبلا تو دادگاه گفتم. تنها اشتباه من این بود که تو اون شرایط حرف شیرزاد رو تایید کردم. حالا پس گرفتن حرف من کمکی به پویان نمیکنه. شیرزادام عین همینو گفتن. دو نفرم کافیه دیگه. این برادران شیرزاد مگر خودشون شاکی نیستن؟ چرا؟ آقای شاکی یعنی میتونه بیاد مثلا خودش شهادت بده؟ نه نمیتونه. خب اگه اینطوری باشه که حرف منم تأثیری نداره. چون منم فقط یه نفرم دیگه. کس دیگه این حرفو نزده. خب الان شما به هر حال همکاراتونو بهتر میشناسین. الان کسی هست بیاد شهادت بده؟ حالا چه میدونم، بیشتر بچه ها طرف پویانن، منتها کسی اصلا فکر نمیکرد که بخواد قصاص بشه. ببین آقای کامران، ما واقعا به کمک شما احتیاج داریم. یکی رو معرفی کنین دیگه تو این فرصت کم. آن این نامرسونه آدم خوبی بود. کی بود؟ قیاسی؟ البته نه، اون الان رفته. مثلا آدرسش هم عوض شده، نمیدونیم کجاست. مش سفر آدم با خدایی هم هست. اصلا تنها کسیه که بیرون بوده، با دقت تمام صحنه رو دیده. چرا نمیری سراغ اون؟ نه میدونم، هست اتفاقا تو لیستمون که بریم سراغش. با قربون دستت من، همین بغل رو بیارم. بله بفهم. خیلی ممنون. بله ببخشید، بعد چیزی من الان دارم میرم مراسم شیرزاد، بعدش هم بهم گفتن بیام دادگاه. من خواهش میکنم به کسی نگید این چیزا رو من بهتون گفتم. خب یعنی میخوایم بیاین دادگاه همونا رو تکرار کنیم؟ نمیدونم آقای. این آقای کامران گفت میخوام برم مراسم، منظورش مراسم همین آقایی بود که فوت کردن و اینا؟ نه، اون که چند وقت پیش بود، عموشون فوت کرده چند روز پیش مراسم بود. آه میگم، عجیب بود برام. یک سال میگین گذشت. الو، خدا بیامرز. الو، سلام حاج خانم، ببخشید مزاحم شدم، مش سفر هستن؟ میگم تشریف ببرین خانم، نشین اینجا. میخوام باهاش صحبت کنم. بلند شو. نکن آقا، این شهر برو دنبال زندگی. زشته. میگم یک کلمه میخوام باهاشون حرف بزنم. میگم ایشون حرف نمیزنه. اجازه قربونت برم، شما اجازه بده. آقای مصطفی جانم، آقای مصطفی بفرما آقا جان. زبون نداری شما جوش حرف میزنی، قربونت برم. شهر آوردی زبون مصطفی یه دست شهر نمیذارم بیاد. حرفی هم نداره بزنه. تشریف آقا همین دو کلمه حرفی که شما این خانم میخواین ایشون بزنه از کار بیکارش میکنه. تشریف ببرین آقا، ایشون جایی نمیاد. مصطفی چای نمیری؟ مصطفی یه لحظه بگو ببینم حرفت چیه. تشریف بیار مصطفی. بیا آقا، بیا تشریف بیار مصطفی. بالا غیرتن تو اون روز با چشمای خودت دیدی چه اتفاقی افتاد یا نه؟ آره بابا جون من دیدم. چی شد؟ من اون روز همین که اومدم تو حیاط دیدم آقا مسعود بالای پله ها یقه پویان گرفته داره بهش بد و بیرا میگه. پویانم اونو هولش داد از پله اومد پایین. مسعودم با عصبانیت دنبالش راه افتاد. وسط پله دوباره یقش رو گره، خواست پل کشه بندازه. نمیدونم که آقا خوبیان دستش رو گره به احفاظ پله و محکم سر جاش وایستد. اینطوری شد که دست خود آقا مسعود بل شد از پله افتاد پایین. موقعی ما برسیم بالا سرش بند خدا از دنیا رفته بود. یعنی شقیقش صاب خورده بود بیه میله فلزی. آخه خدا بیام، خدا بیام برسد. این پویان خودش رو کشید عقب یا این آقا مسعود هل داد؟ چه جوری بود؟ نه بابا، این میخواست هلش بده که خودش عقب نمیکشید. خب مصطفی برادر من، شما که اینقدر خوب صحنه رو واضح دیدی، چرا نمیای بگی یه بنده خدای بیگناهی رو از دار مجازات نجات بدی ها؟ چرا؟ چرا ساکت میشینی؟ اول ما هم اولم خواستم بگم، ولی گفتن آقا پویان بهش فوش داده و اونو کشنده بیرون. گفتم خب اینطور باشه اونم مقصره دیگه بابا. اینطوری شد که ساکت موندم. قربونت برم، این حرفا رو براش ساختن، دروغه. خودت میدونی اینا رو دیگه. چه میدونم والا، من که علم غیب ندارم. میترسم بیام شهادت بدم و به خاطر حرف من حق مردن رو حق بشه و گناخونش بیفته گردن. مصطفی
شما تشریف بیار هر چی که دیدی و بگو. اگه گناهی داشت گردن من خوبه؟ گناهی کسی رو که گردن کسی دیگه نمیرسم. و سلمو آدم عاقل باید خودش تکلیفشو بدونه. شهادت دادنم تکلیف و آمه سفر وقتی شک داری تکلیف نیست. به خود اصرار نکن. باشم سفر. اگه این بند خدا بیگناه اعدام بشه، بچهش یتیم میشه، اون وقت گناهش میفته گردن شمایی که دیدین و هیچی نگفته. رفته مسجد؟ باشه باشه، خداحافظ. ببینین آقای کیانی، باید بریم سمت میدون فلسطین. حق با شما بود، اینا رو حسابی ترسوندن. من میدونم اینا فقط قصاص میخوان. فکر کنین ما بچه رو بچه کوچیک رو برداشتیم بردیم دم خونهشون، به این هوا که دلشون رحم بیاد. این پیرزن بنده خدا مادر پویان قضیه دادگاه و اینا رو میدونه. این یهو دق نکنه قضیه رو بفهم. یه بار بردیمش زندان افسردگی گرفته. شما خودتون میخواییم بینیم مسجد؟ چاره ای ندارم آقای. اون که کوچه‌وار مشکی پوشیده ریشه جو گندمیه ماشین طوری داده یه دم این آبیه وایستاد و فیروزه یه بله دیدم بقل هستش هم برادر کوچیکی هست که برادر دو قلوی این اون وقت این دوتا برادر شاکی های اصلی هستن دیگه. نه شاکی اصلی مادر است، اما بعد از فوت پدرشون حرف اول و آخر تو خونه این برادر بزرگه میزنه. فقط ببینین اینو من میشناسن، میشه یکم بریم عقب‌تر؟ بله بله بله. فقط یک مسئله، من این آقای پیران رو نمیشناسم، چطوری شناساییشون کنم؟ اسم کوچیکش حمیده، حمید پیران. دم در بگین صداش میکنن دیگه. شما بشینید تا بیان. آقای کیانی جانم ببخشید تو رو خدا. نه 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 خواهش میکنم. نه بذار خودم بکشم. بیا جلو. چنده؟ می‌بیستم. بیا. خانم خورده ندارم من. نداری. نمیخوام. بیا. بیا دیویستم من دارم. کلا بردار. ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ سلام خانم شیرزاد. سلام و زهر ما. اومدی دنبال رضایت یا شاهد میخوان؟ من تسلیت میگم بهتون. بی خود تسلیت میگی. ببین فکر نکن ما از اون آدم های ساده و احمقی. ما همون روزی که اومدی ازا التماس کردی و رفتی، من دنبال کارتو داشتم، تتوتو در آوردم. فکر نکن نمیدونم با این پسر عاشق مشوقی میخوای هر جوری که شده، میخوای هر جوری که شده، گندی که بالا آورده میخوای لاپوشونی کنی. نه تهمت میزنی زشته جلوی مسجد. تهمت میزنم؟ تهمت میزنم؟ تو روزه روشن جلو چشم اون همه آدم یه نفر هرزه ی عوضی اومده برادر منو به کشتن داده، میفهمی؟ بعد تو اومدی اجازه بده، بعد تو اومدی میخوای خونشو پامال کنی. من نمیذارم. کور خونی قاتله، آدم کشه، باید تقاسفت بده. خیلی خوب ببین، بیگناه کی برادر منو کشه؟ عوضی آشقال کی برادر منو کشه؟ تو مسجد میدونی چیه؟ خدا پیغمبر میدونی چیه؟ من نمیذارم. بگیرونه بگیرونه.
میکنم. خانم بگیرید ببرید آقا. بفرمایید خانم. میخوای دست بزنی یا اینقدرم زخم عمیقی نبود هاشه؟ اختیاره، خیلی به خودتون فشار نیارید. به نظرم اینا هم خانم من میگذاره، بخورید برای فشارتون خوبه. دوست داشتید هرچی بیشتر از سری بشین به نظرم رشته کار بیشتر از دستتون در میره. برای شما هم درد از سر درست کردم. نه بابا، اصلا به فکر من نباشید. این پیران چی گفت؟ پیران گفت الان تو این موقعیت ما نمیتونیم حرف بزنیم، یه وقت دیگه ای باید بدیم و صحبت کنیم. آقای مکوندی، خواه اه سلام. سلام خانم افشار. خودم هستم. روشن فرهودی. خوبی؟ قربونه شما. خوشبخت. بشینیم تو ماشین. ماشین من هم اینجاست. بفرمایید. ببخشید. خواهش میکنم. من شنیدم که شما دنبال کارهای پویانین، همکار وکیلشین، درسته؟ بله یه جورایی. الان من با آقای مکوندی حرف میزدم، گفتن که شما ظاهرا قیاسی رو پیدا کردین، آدرسش و تلفنش رو. بله تون پیکه اون بر خیابون کار میکنم اونجا. اتفاقا بهش زنگ زدم، باشم قرار گذاشتم، داره میاد هم اینجا. اون وقت این چه جور آدمیه خانم افشار؟ این فکر میکنین کمکمون میکنه، میاد حرف بزنه؟ آدم خوبیه. راستش اون روز که این اتفاق افتاد بنده خدا رو هولش کردن، گفت من هیچی ندیدم، در صورت که مطمئنم که دیده، چون کنار من وایساده بود. مثلا مگه میشه من ببینم اون نبینه؟ بعد از منم از اونجا اومد بیرون، یعنی دیگه الان براشون کار نمیکنه. من فکر میکنم که بتونیم رازش کنیم، چون من واقعا از صبح دنبال آدمام و باورتون نمیشه این همه آدم اونجا بوده، این همه آدم این اتفاقو دیدن، یک نفر حاضر نیست بیاد شهادت بده. نمیدونم در مورد منم شنیدین یا نه، من توی بازجوی کلانتری هر چیزی رو که دیده بودم و واقعیت داشت و گفتم، اونم با سند و مدرک جلی برام پرونده اختلاس درست کردن و بعدش هم اخراج. بله شنیدم مثلا باشون درگیر شدین. و من دیشب یاد یه نفر دیگه هم افتادم، آقای زاکری. آقای زاکری نمیاد. مطمئنی؟ نه ایشون نمیاد، میدونم. من فکر میکنم بتونیم رازیش کنیم. شما یه زنگ بهش بزن. ببخشید میشه یه زنگ بزنین به آقای قیاسی بگین زودتر بیاد؟ ما اصلا وقت نداریم. الان بهش زنگ بزن. ای اونا خودشون. آقای قیاسی سلام. خسته نباشید. خوبین؟ خسته نباشید. الان میرسم خدمت. یه لحظه وقتتون رو فقط میخوام بگیرم. برای یه چیز خیلی مهمه. خوب هستی شما؟ ببخشید من ترافیک رو تو خودم برسونم. آقای قیاسی امروز دادگاه پویانه. شما که اون روز دقیقاً دیدین چه اتفاقی افتاد؟ من ازتون خواهش میکنم بیاین هر چیزی که دیدین، هر چیزی که واقعیت داره رو بگین تو دادگاه. مگه اون ولش نکردن؟ خدا نکردن. ای بابا اینو نگه میدارین خلاص. خب ان شاء الله امروز ولش میکنن. نه امروز میخوان حکم قصاصشو بگیرن. نه خانم شیرزاده، انقدرم خر نیستم. مردنشو مرده بوده، میخواستم یه ذره اذیتش کنم. دروغ گفتم. واقعا قصاصش کنم. بلدی شما؟ از شما در نکن. آقا قصی میشنوین من الان چی دارم؟ بله در خدمت. حرف ما رو گوش میدین الان؟ بفهم بفهم. خب جواب ما رو بدین دیگه. آخه بابا جان خواهر من، من که نمیتونم به این زودی تصمیم بگیرم. من تو کلانتری گفتم هیچی ندیدم. خب گفتین ندیدین. خب الان اونا مجبورتون کردن که اینا بگین، مگه نه؟ مگه اینجوری نبوده؟ خب چرا بقیه نمیان شهادت بدن؟ من همش شش ماه اونجا کار کردم. خب بقیه ترسیدن. شما اگه بقیه ترسیدن من بس بترسیدم. نه نه خب خواسته چه این چه حرفی شما میزنید؟ ببین بقیه صبر کن، بقیه برای این ترسیدن که هنوز دارن اونجا کار میکنن. شما که دیگه اونجا نیستی، اومدی بیرون، چه فرقی میکنه اونا چی فکر کنن چیکار کنن؟ شما مش متو به این صورت که آدم نمیتونه تصمیم بگیره. شما یه ذره نه تلفنتون داشتم نه هیچی. خب بالاخره ما معمولا بیکار که نیستم، که منم کار دارم شهرمند. من دارم میگم الان دو ساعت مونده به داد. شما تلفن نداری ایشون داره. شما تماس بگیرید. من تلفن چیا بگیرید؟ گوش کن زنگ زدم میگم دو ساعت دیگه دادگاه تو میاد. من دارم با شما حرف میزنم. نمیخوام بیام. نه من خودم. آقای زاکریا تو باشه باشه زنگ. شما وقت
آوردی و میگم کار دارم به خدا. ببینید من شماره شما رو تازه همین امروز پیدا کردم، وگرنه حتما زودتر بهتون میگفتم. همین دیگه، همیشه ما تو همه چی آخرین نفرای. دستمزد امروزتون رو من خودم کامل میپردازم. یه دقیقه وایسی. صحبت این حرفا نیست خواهر من. من بعد بپرسم ببینم چی به چیه، کی به کجاست. یا نه خب شما بیاین دادگاه اونجا میفهمین چی به چیه. نه دیگه، شما متوجه نیستی. آدم وقتی طرف حساب شیرزاده است نباید بیگدار به آب بزنه. خب پویانم همین اشتباه رو کرد خواهر من. 5 دقیقه وایسا. وایساسه آقای قیاسی، چرا فرار میکنی؟ ای بابا خانم گیر دادی ها، دنبال قاتل بروسلی. خب من بعد خوب به مغزم برسه فکر کنم. من میگم وقت نداری بچه ها رو میپیچونی. عزیزم قربونت برم، ایشون برای رضای خدا داره این کارو میکنه، شما هم یه زحمتی بکش مردونگی کن دیگه. آقا جان این شیرزاده آدم های هفت خطی هستن، اگه بیام اونجا بگم آقا اینا وادار کردن منو که دروغ بگم، یا نمیذارن حرفمو ثابت کنن، یا اگرم ثابت کنم یه زاد و داستان در میارم، منم زن و بچه‌ها رو بخورم. اونجا وکیل پویان هست، این آدم از دفاع میکنه. آقا وقتی بلا ملا سر آدم بیاد وکیل فکیل به تو درد آدم میاد. چه بلایی قراره سرت بیارن؟ برای یه کلمه حرف که نمیکشنت که. نمیکشن که، اینا هول میدن میفتی فاتح. اینا از این بالا ببخش شرمنده. شما سنگین، شما سنگین. دست درد. این سوی چند بی زحمت؟ حالا که زحمت کشیدی؟ هیچی دیگه، هیچی دیگه. ببین یکم فکر کن، خب؟ به خدا شما بعد موقعی اومدی، من شرمنده. این به نظرم آدم خوبی میاد. حواسم با بهش مردنه میرم. یاسی، اینا چند تا؟ 120 تا، بازم خود بهش مرد. بقیهش؟ بابا موتور تریلی که نیست که، بس بس یه کیکی بیارم دیگه. ممنون میشم، بقیهش بیار. قربونت برم. آقای قیاسی خانم تو رو خدا سیریش نشد، من اینجا آبرو دارم، از من میترسم خوبه؟ از چی میترسم؟ اگه بخوام ببرم بیابون داریم میریم دادگاه. اگه شانس ماست که دریان بریم میشه بیابون، اصلا کجا معلوم اونو آزاد کردن منو گرفتن؟ به چی باید این کار بکنن؟ به خودی که شیرزادن، شیرزادن ها تو تریپ انتقام گرفتن هم میخوان یکی رو بکشنیم اصلا. حالا چه دیواری هست ما کوتاتا که همیشه ما تو این چیزا اولین نفره. آقای قیاسی شوخیت گرفته، من میگم وقت نداریم، داری جوک تعریف میکنه برام. شوخی چی خانم؟ مگه نمیگه تو الان زندون بوده؟ بله. مگه نمیگه میخوان قصاصش کنن؟ میخوان قصاصش. خب دیگه این همه آدم اونجا شما رو میشناسن. این همه آدم چرا خودشون نمیان شهادت بدن؟ حالا ما شدیم آدم. برید خانم. آقای قیاسی وای آقا نیست من نگاه کن. ببین همه تعریف شما رو میکنن، میگن آدم خوبی هستی، مهربونی، زحمت کشی. پویان یه دختر کوچیک داره، شما دلت رضا میده اون قصاص شه این بچه یتیم شه؟ نه جون بچت. ببخشید آقای سلطانی. بفرمایید. راجب پویان میخواستم با اتون صحبت کنم چند لحظه. خانم بی خود افتادید مال کارش، مور پیکارت. آقای سلطانی ببخشید چند لحظه من وقتتون رو فقط بگیرم. آقای سلطانی یه لحظه من نگم. آقای بی ادب. خیلی تند رانندگی میکنه. ایشون قبلا شهادت داده بود؟ شهادت داده اما به درد هیچکی نمیخورده، نه این وریا نه اون وریا. یعنی چه؟ این چه طرز شهادت دادن؟ نمیدونم، خودشو بی خود به ماجرا چسبونده، معلوم نیست برای چی چه سودی میبره از این ماجرا. کجا علافمون میکنه تو این ترافیک، معلوم نیست کجا هم داره میره. گمش نه سری ببینم من میتونم برم کنارش اینجا. عزیزم یه دقیقه شما یک. ای بابا بله اینم اومد مسجد. خیلی بریم جلوتر آقا گل. مواظب
آقای کامران. سلام. سلام خانم، شما اینجا چیکار می‌کنید؟ اومدیم سراغ آقای سلطانی دیگه. سلطانی خانم؟ سلطانی که شهادت نمیده، فامیل شیرزاده. اه؟ من نمی‌دونستم. صورتو چی شده؟ هیچی مهم نیست، ولش کن، بیاین تو ماشین. چراغ کیانی رو اذیت نکنن، یه زنگ شمارش هم ندارم. مسافر چی شد؟ مسافر چی شد؟ آها نه، میگه که گفت من ندیدم. ولی قیاسی میاد خوشبختانه. خب خوبه. اون تو مسافر انگار مثلا براشون صحنه سازی کردن. گفتن این چیزایی که ما دیگه. بدون سر دو بگم. سر دو بگم. اگه مردی وایسا. چی شد آقای کیانی؟ اگه مردی وایسا. کتاب بطار. قوم تاتاریان اینو. یه اون آقای سلطانی رفت. نمیدونم چی گفت اومده از یک رو سرمونو به پاک بده. نباید میومدین اینجا. اگه من دیده باشن چی؟ نه خیالتون راحت باشه، شما رو ندیدن. آقای کیانی تو رو خدا ببخشید، من همین الان فهمیدم سلطانی فامیلشونه. فامیلشونه پس ها. فهمیدم. نه بابا شما مقصر نیستید. آقای کامران ما الان فقط دنبال یه نفریم. کیو میتونیم پیدا کنیم که بیاد شهادت بده؟ هادی مهرنیا. میدونم اونا تو برنامه‌مون هست، الان میریم سراغش. بذار الان میتونم بهش زنگ بزنم. الو سلام علیکم. خوب هستی خانم مهرنیا؟ بله متشکرم. آقا هادی هستش؟ بله. دست شما درد نکنه. قربان شما، خدا نگهدار. همینجا تو خیابون بالاتر. خواهرش مهندسه، سر ساختمونه. شما من از طرف یکی از همکاراشون اومدم. پویان نمیدونم، حتما شاید در جریان نباشین. یکی از همکاراشون در واقع توی شرکت یه مشکلی براشون پیش اومده. بله خاطرم هست. هم پس میدونید امروز روز آخر دادگاهشه و من از صبح دنبال شاهدم. یه جورای آخرین امیدمونه آقای مهرنیا که ببینیم میان شهادت. داره میاد. من حالا یه زنگ بزنم ببینم دقیقاً کجاست. بله اگه فقط سریع یه جوری خودشون رو برسونن من ممنون میشم. الو هادی جان کجایی؟ من سر ساختمونم، کی میرسی؟ باشه بیا منتظرتم. آقا قدرتی یه دقیقه اونو قطعش کن. من فکرم قضیه حل شده، قبلنم یه وکیل اومده بود سراغش. نه نمیذارن حل شه. میخواد حل شه، اجازه نمیدن. این وظیفه همکاراشه، چرا نمیان شهادت بدن؟ برای اینکه هیچکی باورش نمیشه واقعا میخوان قصاصش کنن. بعدم خیلی از شیرزادا میترسن. برای چی میترسن؟ مگه کیان شیرزادا؟ خانم مهنیا میشه خواهش کنم یه جوری برادرتون رو راضی کنیم بیاد امروز حتما؟ به خدا یه جوری آخرین چشم امیدمونه. هادی به من میگفت انگار که دعواشون سر یکی دیگه بوده. فکر نکنم، برای اینکه شیرزادا مزخرف زیاد میگن، حرف در میارن یه جوری کارشون راه بیفته. خب باشه، من هر جور شده هادی رو راضی میکنم بیا، شما نگران نباشین. فقط پای منتظر باشه، من صداتون میکنم. خب شما الان نگران چی هستی دختر عزیزم؟ خب میوه رو که من به حامد گفتم بگیره، باور کن من الان خودم نگران تر از شما هستم. دخترم گوش بده، شما یه دونه دختر دارم، اون رو هم قراره که بدیم بره شهر شاهد. بله ساعت چند؟ ساعت اوه حالا کو تا شب دخترم، کو تا شب. خانم تشریف بریم بالا. اومد خب دروغ گفتن بهتون آقای مهرنیا. اگه پویانو قصاص بکنن اون وقت شما وجدانتون قبول میکنن؟ عذیتش میتونن بکنن، اما قصاص آخه با چه مدرکی؟ مثلا میگن که آثار ضرب و شتم اینا روی تن و لباسای شیرزاد بوده. بعدم دوتا از همکاراتون شهادت دادن، یکیشون گفته که فحاشی کرده پویان، یکیشون گفته هول داده این آدمو.
اگه شما نیاین راستشو نگین حرف اونا رو باور. خانم من قبلا هم که به شما گفتم من دقیقاً ندیدم که بیرون چه اتفاقی افتاد. شما درست کنار پویان بودین بعد ندیدین چه اتفاقی افتاده. میشه بگین کی دیده من برم سراغ همون؟ من چه میدونم، اون همه آدم اونجا. خب اون همه آدم همه حرف شما رو میزنن. تو برو هر چی که دیدی همونو بگو. من اگه یک کلمه حرف بزنم تو آخرشو باید برم. خب برو، مسئله جون یه آدمه، آدمی که میشناختیش، همکارته. شوخی گرفتی؟ شوخی نگرفتم خواهرم، تو که نمیدونی قضیه چیه دخالت نکن. ببخشید شما که میدونین قضیه چیه میشه بگین ما بفهمیم؟ خانم شیرزاده یه وکیل گنده گرفتن، من اگه یه حرفی بزنم که نتونم ثابت کنم اون وقت باید من تاوان بدم. چه تاوانی؟ میخوان اخراجت کنن. خب به درک. مسئله فقط اخراج نیست که، ممکنه دردسرای دیگه برام درست بکنن. غلط کردن، مگه مملکت قانون نداره؟ قانون بابا اون قانونو میخورن یه آبم روش. تو چقدر ساده ای، فکر کردی با کارگر ساختمون طرفی؟ من دارم در مورد شیرزاد حرف میزنم. شیرزاد چیزاد یا هر خر دیگه ای. به خدا اگه بخوام پاپیچت بشن خودم پدرشونو در میارم. ببخشید آقای مهنیا، من چیکار باید بکنم که شما امروز بیاین دادگاه؟ خانم من نمیتونم خودمو درگیر کنم، چون اصلا دلم نمیخواد بیفتم زندان پس فردا خواهرم با یه همچین آدمای عوضی درگیر شه. شرمنده. هادی شما اجازه بدین. هادی جان صبر کن هادی، یه لحظه گوشی. ببخشید خانم، یه لحظه ما رو تنها بذاریم. بفرمایید اونور. شما بفرمایید. لاله سویشو بده. خودت یه جوری ساکتش کن دیگه، نمیدونم با تولد امیر حسین سرگرمش کن، فیلم برداری کنین. من نمیتونم الان بیام. خب قربونه دارم. ببینم ماشین یه کارش بکن عزیزم. خدا هادی وایستا ببینم. خانم شما اصلا چی کاره پویانی اینقدر تقلا میکنی؟ چه فرقی میکنه؟ تو فرق میکنه؟ شما بگو من بهت میگم. شما یکم آروم آقا، شما آروم هادی دخالت نکن. بابا من کاری ندارم، میخوام ببینم این چی کار است. منت گفتم دیگه بذار خودش حرف بزنه. من ببینم من چی کارش باشم شما تشریف میارین شهادت میدین؟ خواهرش باشم، مادرش باشم، خانومش باشم، کیش باشم؟ چه شعر و ور داری میگی؟ من یه سوال ازت. ای بابا این آدم هیچ کیو نداره، همتون میدونین. یه مادر پیر و علیل داره، یه بچه کوچولو که هیچ کدومشون نمیتونن بیان بیافتن به پای شما بگن تو رو خدا بیان شهادت بدین. این همه آدم اونجا بوده، از هر کی میپرسی میگه من نبودم، من ندیدم، من نفهمیدم. مگه میشه یه نفر مرده، یه نفر هم میخوان دار بزنن، بعد همتون همینجوری بی‌تفاوتین؟ میشه یه اتفاقی یه جایی بیفته بعد تو بگی من این برو دیدم اون برو دیدم اتفاقو ندیدم؟ خاطر خدا نامردیه. بابا تو چرا حرف منو گوش نمیدی؟ مسئله دختر است، این داره به خاطر خودش اینا رو میگه. باز میگه دختره. بابا به ما چه رفی داره؟ کی بوده، کی نبوده، کی عاشق بوده؟ تو بیا چیزی که دیدی رو بگو، بخش به صحبت قانون. قانون که از قضیه خبر نداره. مگه تو داری؟ ببینم اصلا این قضیه چرا قانون داره؟ مگه عشق و عاشقی جرمه؟ جواب اینا من باید بدم؟ بس ببینم نکنه یه سر این ماجرام توی حاجم. تو چرا گیر دادی؟ من نمیتونم بیام. میتونی بیای. خب بگو میخوام برات مشکل درست کنم دیگه، اینو بگو. مشکلی داداش من؟ بگو الان تو زندان بودی، میخواستم بکشنت. من جای این دختره بدبخت داشتم در خونه در میزدم، التماس هر مرد و نامردی رو میکردم. تو راضی میشدی؟ نه راضی میشدی؟ خیلی خوب میام، ولی باید قید کارمو بزنم. بزن به درک بابا، مردش رو کارتم ببرن. بهترین شما. ببخشید تو رو خدا من عصبی شدم. نه خواهش میکنم. بیا عزیزم من باش حرف زدم. میگه صحنه مشاجره رو دیده، به جون مادرم هم قسمش دادم. میگه پویانو دیده، گفته با معرفت باش، آدم باش، داد زده رفته بیرون. حالا راضیش کردم همینو بیاد بگه. خب آخه این که به درد ما نمیخوره. چرا دیگه؟ یه دروغشون ثابت شه بقیه حرفشون هم میره زیر سوال دیگه. بله بله، به نظر منم قاضی از همین جور چیزا ماجرا رو میفهمه. بله حالا میاد واقعا؟ مگه میتونه نیاد؟ من میارمش، نگران نباش. این شماره منه، شماره منو داشته باشین، با هم در تماسیم. من کارامو بکنم برش میدارم. دیر میشه تو رو خدا. نه قربونت برم، نگران نباش، آروم باش. خدافظ. دستتون درد نکنه. مؤمنی که هیچی، گمان نکنم دیگه بتونیم میمونه پیران که شما باهاش حرف زدین. این آقای مؤمنی همونیه که اول رفتیم در خونشون دیگه. بله. ایشون چی شده که یهو عقب کشیدن؟ این خیلی با پیران به هم نزدیکن، چیک تو چیکن. دیده پیران جا زده، ترسیده تنها بمونه، عقب کشیده. میگم الان اگر بفهمی که چند نفر حاضر شدن هر آنچه که دیدن رو بیان بگن، شاید دوباره راضی بشه. میخوایم بریم صحبت کنیم؟ صبح که داشت میرفت گفت دارم برم شرکت. مگه نمیتونم برم اونجا؟ من برم جان؟
عرض کردم بنده به جای شما برم باش یه صحبتی بکنم. کپی بگیر بذاری تو برداش. میبینی از پویانم جوان‌تر بود. در صورت ایشون که فوت کرده بود دیگه بر نمیگرده. با مردن یکی دیگه هم من فکر نمی‌کنم مشکلی حل بشه. دیروز شیرزاد به دو نفر گفت سنده رو دقیقاً بازسازی بکنن تا ببینیم. وقتی سنده رو بازسازی کردن اون والدین گفت حالا هر تصمیمی که دلتون می‌خواد بگیرید. خوب که فکرمون کردیم دیدیم که امکانش بوده که اون از عمد کشته باشه. منظورتون از این که میگین امکان داشته دقیقاً چیه؟ تشریف بیارید. یه نگاهی بندازین. من از این فاصله چجوری میتونستم با دقت صحنه رو ببینم؟ مخصوصا که حواسم به تلفن بود. میگن پویان دستش گرفته بود نرده خودش کشیده کنار. درست. ولی اگه با پاش ضربه زده باشه چی؟ آقای مومنی شما بر اساس حدس و گمان دارین قضاوت میکنین. بعدم به نظر من احمقانه است که یه نفر جلو چشم این همه آدم یه نفر دیگر رو به قصد بکشه. من گفتم از قصد کشته. بله دیگه. میگم شاید از قصد هول داده. همین. خب اگه خودش هم داده داشته از خودش دفاع میکرده مگه نه؟ اینو نمیدونم و چون نمیدونم بس بهتره که حرفی نزنم. چی شد آقای این کپی ها؟ آقای مومنی سکوت شما مشکل هیچ کدومشون حل نمی کنه. به نظرم چند نفر باید بیان حقیقت رو بگن. مگه نمیگه دوتا شاهد داری؟ خب بیان بگن. مگه من مخالفتی کردم؟ چیزی گفتم؟ اگه لازم نبود که ما مصدق اوقات شما نمیشدیم. قربونت برم. نمیتونم. واقعا نمیتونم بیام. آقای مومنی عزیز جونه یه آدمیزاد در خطر سرنوشت یه آقای مومنی متاسفم. خیلی کار دارم. واقعا خیلی کار دارم. دختر خانم عزیزم اسم تم یادم رفت. ببین بابا اومد خونه؟ بله اومده. همین الان رسید. خب یه دقیقه صداش می‌کنیم این کارو راجع. سلام. سلام. چیه بابا؟ خب میگفتی بیا تو دیگه. سلام خانمردی. چطور بفهمید تو؟ چطورم که خوب نیستم آقای پیران. چرا؟ یه ها دیشب عقب کشیدی دستمان رو گوشتی تو پوسته گردم. حالا چی کار کنی؟ خب من گرفتار شدم نتونستم. گرفتار چی شده ما؟ من فکر کردم این شهادت ما کار اشتباهیه. مگه میخواین دروغ بگین که اشتباه؟ نه آخه این راست ما هم کامل نیست. شبیه دروغه دیگه. چه فرق میکنه خانم؟ من میدونم شما رو ترسوندن آقای پیران. یعنی چی؟ تهدیدتون کردن، براتون صحنه سازی کردن. دیگه خوب فهمیدم امروز همه چیو. خانم اومدم ازتون خواهش کنم به وجدانتون رجوع کنین، فکر کنین به پویان. همین صحنه سازی چیه؟ مگه من بچه‌ام؟ به جون همه دندام قسم. قسم میخورم. آره قسم میخورم. شیرزاد منو تهدید نکرد، با هم حرف زد، روشنم کرد. روشن؟ آره روشنم کرد. من با چند نفرم پرسجو کردم، دیدم حق با اونه. آقا ما چه میدونیم آقا پویان چه قصدی داشته؟ این قصد مهمه. حالا ایشالله یه دیه ای میده، چیزی میده. دیه چیه؟ شما واقعا فکر میکنی شیرزادا معطل دیه بودن تا الان؟ بابا جون میخوام قصاصش کنم. نه نبینم. برو تو بابا، معلوم میام دیگه. قصاص چیه؟ این حرفا چیه میزنی؟ داری شما پیش قضاوت میکنی؟ بذار بابا دادگاهی وجود داره الکی که نیست. پس برای چی همه رو تهدید کردن؟ برای چی صحنه سازی؟ چرا این همه مدت تو زندون نگاش داشتن اگه فقط میخواستن اذیتش کنن؟ ببین من یه فکری کردم خانم. بذار یه دوستی دارم وکیله بهش زنگ بزنم ببینم اون چی میگه. الان زنگ میزنین؟ یعنی این همه وقت داشتین الان مشورت بگیرین؟ من میخوام زنگ نزنم خانم. بفهمید تو من کار دارم. نه بزنین. بذار بفهم. شما بفهمید تو. نه من همینجا وای میستم. فقط عجله کنین تا خدا. الو مخلصم آقای تاوشی. چی میگه؟ آقا چرا کردی؟ نمیدونم یه جوری فکر کنم نرم بشه. فقط میگه با وکیل باید مشورت کنم. الان میخواد با وکیل مشورت کنم. عجب آدم هایی هستن اینا. اینا به چشم خودشون هم اعتماد ندارن. یعنی خدا باورم نمیشه. واقعا باورم نمیشه. اومد باید مخلص. خیلی سیم. باش صحبت کن. ایشون میگه که اگه با ظرافت هم دیده باشید بازم دلیل نمیشه. مخلصی حسنم بفهم. میگه ببین ایشون میگه که طبق ماده 26 قانون مجازات اگه هر کسی به نیت قتل یه نفر
دست به کاری بزنه که اون کار کشنده باشه یا نباشه و اون طرف فوت بکنه، این طرف محکوم و قاتله. حالا درست آقا پویان عصبانی بوده، اصلا میگه حلش هم نداده، اجازه بدیم میگه اصلا حلش هم نداده، ولی قصدش که خبر نداریم، شاید قصدش مرگ اون بوده. این چه فرمایشی شما دارین میکنین؟ من که نگفتم، ما که تو دل مردم نیستیم که از قصدشون خبر داشته باشیم یا نداشته باشیم. بعدم کسی که حمله میکنه مقصره، نه اونی که زده بیرون از اتاق اومده بیرون. من شرمنده آقای محترم، شما تو جریان نیستی، دخالت نکنی به ما که در جریان هستی. شما در جریانی دیگه، قربونت برم. شما تشریف بیار حرف بزن، ما داریم از مرگ و زندگی یک آدم حرف میزنیم، شما تلفنی داره ماده و قانون میپرسی، این درسته؟ من مطمئن باید بشم. اونی که شما بهش زنگ زدی تلفنی حرف زدی باهاش، از قصد شما مطلعه که شما چرا نمیای شهادت بدی؟ یعنی چی؟ چرا قصدی؟ چرا داری خزعبل میگی؟ مهملاته. آقا شما اگر قصدی نداری بیا حرف بزن دیگه. چطور شما واقعی رو که تو یک سال اتفاق افتاده همتونم دیدید، هیچ اطلاعی ندارین ازش، اون وقت یک چیز ساختگی رو در عرض یک دقیقه شما عالم شدی بهش رأی دادی دیگه، درسته این کار؟ به شما ارتباط نداره من چجوری عالم شدم. چرا به من رب نداره؟ نداره دیگه. به من رب داره. شما چرا یک سالشون رو علاف کردید؟ من کارت دعوت دادم. نه میتونستم برم سراغ کسی دیگه. الان بره بفرمایید. چطور آروم باشم؟ من از صبح دارم من حرف بزن، با دست درف نزن با من. اجازه بدین من یه از صبح تا حالا دارم میبینم شما هی عز و التماس میکنی به اینا، اصلا جواب نمیدن. اینا باید بدونن شهادت دادن تکلیف حق نیست که شما هر وقت دلت خواست بیا شهادت بدی، هر وقت دلت نخواست ندی. آقا چیزی رو که با چشم خودش دیده، زنگ زده به یک آدم دیگه ای که اون آدم اصلا ندیده، بهش میگه ببین عزیز من خوب دیدم یا ندیدم. این متخصص خانم، اینا به خاطر دوزار حقیقت رو دارن پنهان میکنن، شرافتتون رو دارین زیر سوال میبرین. تو داری تو بی شرفی که بالا شدی من در خونه مردم داری داده میداد صحبت کن. شما بیا بزن مرد باش، نترس. من مردم، تو اتفاقا نیستی که اومد در خونه. ببین آقای محترم، من اگر میخواستم اجازه بدی من اگر این تو بودم میمدم در خونه شما چک دهنمو باز میکردم. هر چیزی نگفتی ما به شما. شما دارم میگم بیا حقیقت رو بگو عزیزم. شما بیا بگو اگر کشته بیا بگو کشته. چرا من بگم؟ اگر نکشته به خاطر دوزار شرافت تو لگد مار. برو بابا عزت تو که کلمه درست صحبت. الان من دو کلمه حرف حق زدم، شما داری به من هم نمی کنی. من قصد بیاد بشین آقای کیانی تا رو خدا. من به شهادت شما احتیاج ندارم. قضاوت تو که شما رو بیدم مقانه می کنی. بشین تا رو خدا. آروم باشین، خواهش میکنم. خواهش میکنم شما آروم باشین. اینجا اومده جلو خونه من برای من اختشاش میکنه. من مسلطم آقا. من عذرخواهی میکنم، دست خودم نبود، یه لحظه عصبی شدم، باید ببخشید. ببخشید آقای کیانی، میشه منو دم یه آژانس پیاده کنین؟ نه اصلا حرفشم نزن. نه میخوام بقیه راه با یه ماشین دیگه برم، چون اصلا صحبتشم نکنم. اینقدر من شرمنده شمام امروز که اصلا فکرشم نکنید من شما رو وسط راه، اصلا امکان نداره. فقط بگین چیکار باید بکنیم. بگین کسی نمونده دیگه. خب حالا شما اینقدر ناامید نباشین، تا دادگاه حکم بده و بعد بخوان قصاصش بکنن اینا زمان میبره. نه اینایی که امروز نیومدن دیگه هم نمیان. واقعا هیچ کس نمونده؟ یکی هست ولی نه آخه یه امتحان بکنید دیگه. الو آقای زاکری،
ببینین، من 2 میلیون به شما میدم، برای اینکه 4 میلیون بدم خوبه؟ آخه شما چرا اینقدر اصرار میکنین؟ ای بابا، یعنی بابا راضی نمیشی توی همچین موقعیتی من اگر انداختی کتام نمیای؟ خانم فرودی رسیدین، پول نقد بهش ندین، یه چک بهش بدین، بعد که اومد شهادت داد اون وقت حسابتون رو پر کنید. به جان بچه ها من این ماشین رو باش کار میکنم و اموراتم رو میگذرونم، ولی اگر بدونم که جون یه آدم میزد آقای کن، من خودم از پسش برمیام. خانم فرهودی، کیفتون خانم؟ ببخشید، مرسی. شما مطمئنین که خوبین دیگه ها؟ میخواین بیام؟ نه، یه کارش میکنم دیگه. شماره منو که دارین؟ شماره؟ کردین؟ نگران شدم. تموم شد، قبول کرد. آقای قیاسی بالاتر منتظره. سلام. سلام. بابا، آزاکری خوبی تو؟ مخلصیم شما، خوبی؟ چه خبر؟ رفتی که رفتی، یا کجایی الان؟ ما همش تو کار پیکیم دیگه، فرق نمی کنه. عذر میخوام، شما هر دو با چشمای خودتون صحنه رو دیدید دیگه، نه؟ بله، آزاکری اون روز دقیقا بغلست من وایستاده بود. اون روز شیرزاد اومده چند تا کاغذ پر کرد تو صورت پویان، پویان هم عصبانی شد رفتم در، بعد دم در با هم دیگه گلاویزی شدن، بعد انگار شیرزاد نمیدونم چی گفت که پویان گفت برو آقا، رفت وسط راپلا. شیرزاد اومد این یقش رو بگیره محکم پرتش بکنه که یهو دست خودش برشد با کله رفت پایین. بنده خدا سرش اینجاش گیزگاش خورد به
یه جای تیز میله بود فکر کنم، خورد به این میله تیز دیگره، اونجا فوت کرد. خدا بیامرزتش. آخه ما شنیدیم که آقای پویان رفته با آقای شیرزاد گفته اگر مردی بیا بیرون حساب تو بسن، درسته؟ همچی چیزی هم نگفت، گفت نمیدم ادب داشته باش، آداب داشته باش، چیز توی این مایه ها گفت، درسته آزاکری؟ گفت معرفت داشته باش، معرفت داشته باش، آره گفت معرفت داشته باش. شما روز هم اونجایی نه؟ من؟ آره، نه توی چند وقتی هستم آدم بیرون اونجا عاقبت نداشت. ما هم 6 ماه الکی خودمون اونجا علاف کردیم. پویان بیچاره هم سر هیچ خودشو بدبختی. بعدم سر هیچ نبود، سر این دختره بود دیگه. دو دختره. خانم افشار همکار من دیده بودیش؟ آره، اتفاقا صبح اومده بودن دنبال من. علی آقا پویان علی حرفا نبود، آدم درستی بود. اون چیزا که اهل و نااهل میخواد قربونت. دختره به مسعود راه نمیداد، دور و بر پویان میفلکید، اونم هرسش گرفت، سر همینم مرد. بیخود برای مردم حرف در نیارین. حرف کدومه خانم؟ دختره را اصلا به خاطر همین مسئله از شرکت انداختن بیرون. نه خیر، به خاطر این مسئله نبوده. اومده شهادت داده این خانوم که پویان بیگناهه، به خاطر همین هرسشون گرفته. بعدم خودش نامزدش درگیر شده هستن با شیرزاده. نامزد؟ کی این حرفا رو به شما گفته؟ وکیل پویان. اشتباه کرده دیگه، اصلا نامزدش نبود، داداشش بود. همه میدونن، بهت بپرسی؟ اینجور وقتا حرف زیاده، نباید زیاد به حرف مردم گوش داد. روغه بابا، بی خود میگن این شیرزاده. اینا پا رو دومشون که میذاری یا جیک سنی وسط حرف در میاره. حرف چی قیاسی جون، حقیقته بابا. دختره قرار بوده با مسعود ازدواج کنه، حالا به هر دلیلی نمیخواسته، چی شده جا زده. مسعودم خب براش سخت بود دیگه، این همش دور و بر پویان میپلکید، نمیتونست تحمل کنه. یه کاری میخواست بکنه که زیرا به پویانو بزنه، واسه بنزدش بیرون، ولی خب نمیتونه. آقا اینجور حرفا بین مردم یک کلاغ چل کلاغ میشه. به خدا تش هم که بری ببینی هیچ ماجرایی نبوده. من یه ماجرایی برای شما تعریف کنم. یکی از خواستگارای دختر من که ناآشنا هم بود، من رفتم توی محل تحقیق کردم، دیدم که هزار جور حرف پشت سر این بنده خدا میزنن. بعد گیج شده بودم اصلا، تصمیم گرفتم خودم باش ارتباط برقرار کنم. در صورت رفتم ارتباطم برقرار کردم، دیدم که اتفاقا بسیار پسر مؤدب و پاک و پاکیزه ایشون. مثلا خودم بهش گفتم که بیاد خواستگاری دخترم. مثلا هیچ ماجرایی نبوده، زیاد گوش ندی. فرهودیم خانم مهریا ببخشید، من میتونم چند لحظه ببینم الان کجا این شما؟ من که از جزئیاتش خبر ندارم چی بگم. نه من با جزئیات کاری ندارم، میخوام بدونم فقط رابطهشون چجوری بود. پویان کار خاصی نمیکرد، ولی این دختره افشار خیلی دور و برش میپلکید. قبلا هم به خاطر این خانم با هم درگیر شده بودن. آره، ولی هر بار شیرزاد بهش گیر میداد، مثل اینکه قرار بود این دختره افشار با شیرزاد ازدواج کنه، بعدن زده زیرش همچین چیزایی. یعنی پویان باعث شده بوده؟ نمیدونم، ولی بعضیا میگفتن همه این اتفاقا زیر سر دختره بوده. یعنی ممکنه اختلاس هم کرده باشه. تو بعید میدونم، بهش چسبوندن بتونن راحت اخراجش کنن. ببین اون وقت تو داری از همچین کسایی دفاع میکنی. من دفاع نکردم خواهرم، تازه گفتم شاید ممکنه یه وقت هم دختر واقعا این کارا رو کرده باشه، خواسته تلافی پویان سرشون در بیاره. کسی چه میدونه؟ نمیدونم، احساس میکنم شما دارین همه چی به من نمیگید. ببینید خانم، من فقط میدونم که این دختره خیلی دنبال پویان بود، ولی اینکه پویانم اونو واقعا دوست داشت یا نه حقیقتا من نمیدونم. مثل این قضیه خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. خیلی ممنون، ببخشید مزاحم شدم. خانم ما نیم ساعت دیگه دادگاهی. بله لطف میکنید. آقای کیانی میشه چند لحظه به این خیابون فرصت؟ فرصت؟ دیر میشه. عزیزم شما وسط معرکه خوب شوی را انداختی ها. من؟ نه دیگه شو چیه قربونت؟
من اون چیزی که بود گفتم، حقیقت رو گفتم. منم خیلی چیزا رو میدونم که حقیقته، باید بگم. نه ببینم، من این میپرسم که اگر رابطه بین شما بوده احیانا، میشه فکر کرد که خب شیرزاد حسودی میکرده، اصلا علت دعوا این بوده، برای این میپرسم اصلا. رابطه که نه، ولی من بهش علاقه من بودم همین. بله قرار بود تو با شیرزاد ازدواج کنی دیگه نه؟ اصلا همچین چیزی نبوده. شیرزاد؟ خب اگه پویان انقدر دوست داری، چرا نمیای دادگاه شهادت بدی حرف بزنی؟ قبلاً هم بهتون گفتم نمیتونم بیام. یعنی فقط به خاطر ترس میذاری این آدم مثلا یه بلایی به سرش بیاد؟ این چجور دوست داشتنیه؟ من اگه میترسیدم از همون اول وارد این قضیه نمیشدم، یا نمیذاشتم برادرم بره باشون درگیر شه. شاهد قتلم باید حتما یه مرد باشه. خب تو قبلاً هم به عنوان مطلع اومده بودی دادگاه، خب بازم این کار بکن. مطلعی که خودش بر اساس یه سری مدارک و شواهد متهمه، صلاحیتش میره زیر سوال. تازه کاش که فقط اختلاس بود. میدونین شیرزاد میدونه که من به پویان علاقه من بودم، اینو با شهادت خیلی هم میتونه تو دادگاه مطرح کنه. خوب بکنه. پس اینگه نمیگیرین، اگه مطرح کنه انگه یه رابطه نامشروع به این میچسبه، پای منم میاد تو این پرونده و کار پویان از اینه که از خیلی سخت‌تر میشه. دوست داشتن که رابطه نامشروع نیست. خب نامشروعش میکنن، کاری نداره که. فقط کافیه یه جوری واسه قاضی مطرحش کنم که دوچار شک بشه. این شیرزاده رو من خوب میشناسم، شما اونا رو خوب نمیشناسین. مثلا همین دوتا شاهدای پویان، شیرزاد تا روز آخر بره خودش نهایی بار خودش رو زد کوچه علیچه بنگاه که من از هیچی خبر ندارم. حتی نمیدونم یه شب قبلش چجوری رفته اون رگ اون بند خدا رو زده که خودشونم نفهمیدن چی به چیه. ببین توی این ماجرا یه نفر مرده، یه نفرم که تو وضعیتیه که خودت میدونی. من الان فقط میخوام واقعیت رو بدونم. واقعیت رو میخوای بدونی؟ پویان اونو نکشته. نه منظورم از واقعیت این نیست. چی؟ صبح الکی گفتی دنبال کارهای همکارتی، در واقع پیگیر کارهای عشقت بودی نه؟ تو هم همچین آدم راستگویی نیستی، گفتی همکار وکیلشی در صورتی که پرستار دخترشی. درسته زاکری گفته؟ پویانم تو رو دوست داشت؟ سوالم جواب نداره؟ بعضی سوالا جواب نداره، اونایی که داشت و گفتم. میکنه اینا؟ نه اینا خانم چی شد؟ داره دیر میشه؟ من نمیتونم بیام آقای گیانی. یعنی چی نمیتونم بیام؟ شما کارو تموم کردی اون وقت؟ خستم دیگه، نمیتونم ادامه بدم، ببخشید. ای وای، ببین دختر، من از صبح تا حالا فهمیدم که پویان چقدر برای تو مهمه، چقدر ارزش داره. پس زیاد به حرف این آدم ها گوش نده. این جماعت از صبح تا حالا یه قضیه رو ده مدل تعریف کردن، تو که نباید گوش بدی به اینا. بذار وقتش برسه، اون وقت همه چی روشن میشه، میفهمی کی به کیه، چی به چیه. آقای که نمیشه لطفا شما اینا رو ببرین دادگاه؟ واقعا نمیتونم. نه نمیشه، نمیشه، نمیشه. خودت هم باید بیایی.
دختر حسابی، الان که دیگه فقط پویان مهم نیست، اون بچه بیگناه، اون مادر پیر علیل، این همه تامون دادی. یه قدم عقب بکشی دختر جون، خودت باختی، فقط فقط خودت باختی. معطلش نکن دیگه، دیگه به من احتیاجی نیست، وکیلش بالا منتظره. اینجوری نگام نکنین آقای کیانی، به خدا پاهم دیگه نمیاد. دقیقا همون چیزی رو که با چشای خودتون دیدید همون رو عنوان بکنید تو دادگاه، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. متوجه شدین؟ خیالتون راحت، حواسم هست. بشینید تو صداتون کنم. ممنونم، مرسی. شما اینجا چی کار میکنید؟ اومدی شهادت بدید ها؟ عزیزم اینجا خیابون نیستش که شما ساکت. تو که تکلیفت روشنه، حرفت واسه خودت هم سند نی. جناب علی هم اینقدر پیش ما داری که واسه آب خوردنت کافی باشه. چی پیش شما دارم؟ جز اینه که بهم تهمت زدین و تمام چک و سفتامو گرو نگه داشتین؟ به تهمت زدین؟ بله. وقتی واسه رو کردی میفهمی. امروز اینجا جاش نیست. شما بفهمید. شور. بچه گیره بوده، فکر کنه عربو به همه هست. زیپی چی؟ زیپی؟ زیپی آقای زاکره یه لحظه تشریف بیاریم. برای چی؟ یه چند لحظه تشریف بیاریم. فکر کنم میخوام به ترسنش. شما یار پیشتوسی؟ کیو؟ همین زاکری. آکریا نه، زیاد نه، این حسابدار بود دیگه تو همون شرکتی که ما بودیم. اون خانمه. با کدوم خانمه؟ همون خانمه که اومدن دنبال ما. خانم افشار دیگه. ها ها. آقا تشریف بیارین. وکیل ببخشید یه لحظه تشریف میارم. ببخشید آقا، صبح که خانم اومد دنبال من یه هویی اومد، من اصلا فرصت نداشتم فکر کنم، ولی الان به این نتیجه رسیدم که شهادت دادن من به صلاح نیست. یعنی چی آقا؟ الان چه وقت این حرف هاست؟ چه حرفی آقا؟ میگن که شهادت دادن شرایط داره، خب من شرایطشو ندارم. از دارم اجازه بدیم آقای مکمندی، شما که رفتین داخل این آقایون ایشونو کشیدن که را نمیدن، این رسم مردونگی نیست. مرد حسابی ترسوندنه؟ ولی میترسیدم که نمیومدم اینجا قربون شکله. من تلفنی پرسیدم، گفتم به صلاح نیست من شهادت بدم، چون من ندیدم. من اسمس زدم. چرا اسمس میخوای نشونت بدم؟ بیا ببین. شما که چند دقیقه پیش گفتی که من همه چی رو دیدم. بله الانم میگم دیدم، میگم کامل ندیدم، چون کامل ندیدم. خب شما هر چی رو که دیدی تو دادگاه بگو، قاضی خودش تصمیم میگیره. آقا متأسفانه نمیتونم، ببخشید. آقای زاکری این کار غیر انسانیه. آقای زاکری پیشنهاد بهتری بهت دادن. نه چرا مزخرف میگی مرد هستی؟ چه پیشنهادی؟ پس چرا عقب کشیدی؟ نمیخوام دروغ بگم، جرمه. تو نمیخوای دروغ؟ بله من نمیخوام دروغ بگم. خیلی دلم میخواد. یعنی ها چی؟ بگو داره چی میخواد. هیچ، برو جوابت با خدا. چک رد کن بیاد. چک؟ کدوم چک؟ کدوم چک؟ همون چکی که خانم بهت داد. ها خودمش میده. یادت باشه من پشتشم. باشه یادم هست. رفت؟ بله دیگه. یه نفر کافی نیست نه؟
نه متاسفم. جناب آقای مکفندی، منو ببرین داخل. شما رو برای چی؟ من شاهدم. خودت هم حرف دیگه ای ندارن؟ بخیر آقای قاضی. من حرف دارم آقای قاضی. بفرمایید. پای یکی دو نفر دیگه هم توی این پرونده هستش که اسمشون رو اینجا نیوردین. اینجا هم نیستن. وکیلتون اینو مطرح کردن خانم. قبلا بررسی شده. پس چرا دعوتشون نکردی؟ لازم نبود. یعنی چی آقای قاضی؟ بفرمایید بشینید خانم. بفرمایید. آقای رحیمی. بله. این اسناد زمینه پرونده کنین. اسامی شهود دادگاه بعدی رو هم به ترتیب اعلام کنین. چشم. شهود حاضر هم دعوت کنین تا بیان جایگاه. بله. آقای کیانی. بنده؟ بله شما. بفرمایید جایگاه. فشار اومد از صبح تا حالا هر چی دیده بودم تو دادگاه گفتم. اینجا رو پاک کنیم. ممنون. خانم شهرونده، من اصلا نمیدونم واسه چی این پولو قبول کردم. ما تا حالا این پولو نخوردیم. من راضیم این پول حقتونه برای اینکه کارتون نتیجه داد باشه. نه نه، پیش شما باشه. من میخوام اگه صحابی هم هست توی شریک باشم. ممنونم آقای قیوزی. شیشو آکی یعنی سازی دن خودوز نیز ما را یاری نکرده. کودکان در برابر بیماری ها از جمله آنفولانزا آسیب پذیر ترن و از این رو نقش والدین در پیشگیری از ابتلا آنان به بیماری ها بسیار با اهمیت است. همکارم اقبالی گفت. بله. یه لحظه گوشی. میگه امروز چند نفر قرار آزاد بشن، باید صبر کنیم. باشه. بگو دخترم عزیزم، این حرفا چیه میزنی؟ کی گفته اینا رو؟ هنوز هیچی نشده داری قضاوت عجولانه میکنی، درست نیست. اصلا اصلا از این حرفا نردن.
کودکان رو از تماس با دود سیگار دور نگه دارید، چون تماس با دود سیگار خطر ابتلا به بیماری های تنفسی رو در بیشتر میکنه.